با سلام و درود احترام به هموطنانم در جای ایران و دنیا، من چند صبح تلفن زیاد داشتم، خیلی زیاد تا خارج تصورتون، ولی هنوز بعضی ها نمیخوان باور کنند که دین این نیست که اینها گفتند، ایمان این نیست که اینها گفتند، کفر اینا نیست که اینها گفتند. من خانمی از خیلی خلاصه گریه کرده فلان کرده، دو دیا زنگ داده، چند نفر شاهد و شاهد آورده، یعنی شوهر من، پدر شوهر من، پدر من این دعاها رو میخونن، این ذکرها رو میگن، این کارها رو میکنن، همش پوچه. گفتم از پوچه همون برتره، خدا میدن تو گوشون چک میزنه. گفتم ببین، پایه کفر در دین اسلام و تمام ادیان یک جمله است، پایه کفر. نه کسی این کار انجام بده دیگه کفر رو برای خودش خیلی کافره، مرتد از دین خارجه. یه کلمه داشته باش آج خانم دال آخر که بفهمه کدام کنکاش در زندگی دیگران، فضولی و سرکشی در زندگی دیگران. تموش بس که بینیم ما اگه پرسی میکنیم برای بقای دین، گفتم خمینی حرفا میزنه. بیاید خود فکر کنید، حکومت پس عوض بشه که عوض میشه، بعد بیانست تو زندگیشو سرکشی بکنن، چه حالی داری؟ نکنید. پای کفر، پای این که کافر هستی، انسانیشی، شرف نداری، هیچی نداری. گفت برای اینه که مثلا ما اون زمان نبودیم، بچه بودیم، میگن که آره زمان شاه اینجوری بوده، اونجوری بوده، اینجوری بوده، مردم گدا بودن، مردم فقیر بودن. گفتم راست میگن. گفت پس اون راست؟ گفتم آره، به یه علت. ما یه سری افراد داریم تو کشور رفت آمد میان میرن، ما بینام یه سوزمانی، بیز میگم کولی، کولی همشه آوارن در بدرن، تمام کشور رو میچرخن، هیچ وقت چی ندارن، هیچ ثبات ندارن. اگه اون سردار میدونه هر که خوش سوزمانی بوده، کولی بوده، اینا همچه آشغال رو جمع کردن لیبره بود به حکومتشون. شک نکن داری قصده به زمان شاکی، من یادم هم زمان هم که این حکومت نگیم سردار 21 سال هم بوده، ولی 21 سال 21 سال بوده. پس ما هر کاری که بودم من کار بکشم ندارم، از الان فهمیدی نکن. یه مسئله است، مسئله بعد گفت مؤمن چی رو آدمی؟ گفتم باشه مؤمن رو دیدم چی آدمی است، کلمه مؤمن گفتم بهش. مؤمن آن کس نیست که داری ما در خود داری، آن کس نیست که نصف بلند شه و نمیدونم ذکر بگه و دعا بخونه و بره فلان، نه نیست. وقت کشی هیچ جای ادیان نیومده که این است. البته این آقایون دلال دینی میگن بخواد بخواد وقت من شما رو بگیرن کاسی در کاسی سرکیسی کنن. صفت اول آدم مومن آن است که مردم از شرش در امان باشند. یعنی بالاتر داریم، این مومنه. تمام بچه اطلاعات سپاه و کوفت و زهرمار رو رهبر تا ابتر و اون خمینی جلد همشون دروغ هم. کی از شره؟ کی از شره در امان است؟ هیچ کس، هیچ کس. پس این مؤمن نیست، این شیطانه. دیگه از این بالاتر بیم دیگه ادامه نمیدونم، دیگه لطفا وقت خود طرف نکنید. من مجتهد و فهم نیستم، ولی اینا رو میدونم که این فردی مؤمن است که مردم از شرش در امان باشن، آزار بهشون نرسونم. اگه این کار کرد مؤمن، اگر نگه هیچی بلش کنید. خب خدمت هستم که رئیسی خیلی خوشیب تا شده دیگه، نونه تو اندازی چیکارش که تو با تو چیز بنزار چیکارش کردن، خیلی بامزه است این آدم. ابراهیم رئیسی: هدفم از شرکت در انتخابات بازگرداندن امید به مردم و جامعه بود. و دیروز هم اعلام شد که بالاترین رکورد در رکورد تورم در 80 سال گذشته اتفاق افتاد. این امید میاره، فقر از هر دری بیاد ایمان از بر میره بیرون. ضد امیدین شما، چون تو همون سوزمانی هستی، تو هم از اون بچه کلی هستی که ندیدی نکردی ذوق مرگ شدی، فکر کردی کاری که امید درست، یعنی بچه هست نه تیری پرتار میکنم به یه شانسی میخوره، ذوق مرگ شدید. تکرار تناقضه آقای رئیس جمهور ادعاهای اقتصادی ابراهیم رئیسی در تلویزیون دیگه مدعی هم شده دیگه. ما این کارا رو که تورم رو داریم میبینیم، میگم در 80 سال گذشته تورم بی سابقه بوده. فقر در مردم میبینید، اگه مردم نمیخرند دلیل بر این نیست که نمیخوان، پولش ندارند، ولی ملت ایران به درد آقای گرفتاره، صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داشته،
این شما بی‌حیا و بی‌شرم نیست، آخر اند بی‌حیا شما هستید، سوزمانی هستید، کولیزاده هستید که اون زمان نمیشون یک هستید خودتون کرمی رویدی. شما مهسا جینا امینی نام جدید خیابان در پایتخت کانادا که سفارت پیشین ایران در آن بود. ایسی بهتون میگم دوستان، من دارم حس میکنم از خارج کشور که اینها اونها دیگه هر چی سعی کردن، نه اینا تو خودشون خیلی مشکل دارن، هزینه علیکی و هزینه اگر پولی بکنن ها، هزینه با چی اصطلاح خوبی البته بگم که مثلا یک کار نگه دار اینا رو، بعد میانه اینا از تو اینقدر پوسیده هستند، اینقدر موریان اینا رو خورده، هیچ رقم نمیشه نگه داشت. من میگم دنیا به نتونه نگه دار خود همینه، مثلا میاد این رو وزیر کشور فوشوی ناموسی زش به نمانده مجلس میده، در تاریخ سابقه نشه 200 تا نماینده یک نفر چه آبا کنن اد میکنم بد میکنم فلان تونم پول میکنم فلان دیگه الاخر. اون روز گفتم که بعضی تا نمیشه گفت آه چیه چی بگو بگم دوست عزیز دیگه از این بالاتر میاد آمده رفتن جد بیت رهبری شرواش کشد بگو تا آبا بفلان کنم و بکنیم دیگه کاش که فلان کار بود. پس حکومت خارج کشور مونده، اما ترسشون از آینده است. حقم دارم بترسم چون ظلم کردن، ستم کردن، جنایت کردن، خیانت کردن، دزدی کردن، خیانت در امانت کردن، هر چی بدی در دنیاست در حق ملت من کردن. برای اینجا چه خبر خوشم میتونم بدم، اونا که اهل هنر هستن، هنرمنده در کشور ما همیشه به قدر یک قشر خاصی همیشه اینها چهرون در درسته بودند، ولی به جرعت بهتون میگم از فرویز حکومت ثابت بشه لااقل برای 20 سال شما زمینه ساخت فیلم، سریال، نوشتن کتاب ها دارید. بعد تو مردم دنیا رو بشناسن که دنیا چیه، واقعیشون چیه، کشورشون چیه، چیکار کردن با کشور ملت ایران. فیلم های پرفروش، فیلم های با فرهنگسازی و خیلی سه دیگه، یعنی شب و روز کار کنید کم میارید، روز یک فیلم درست کنید بازار داره. چون واقعیت رو ما لمس کردیم، خودمون بودیم دیگه. کتابی هست برام ریشه آمار الکسیلی، این چند بار آمد خاطرات سرگذاشت پدربزرگش رو بنویسه که از آفریقا توی موتورخونه کشتی قایم شده بود و اومد آمریکا، نشد، رفت آفریقا توی موتورخونه کشتی قایم شد و این مسیر اومد تا حس کنه. ما همه رو حس کردیم با این، برای ما ملموسه، زندگی کرده با اینا. پس میشه قشنگ فیلم درست کرد، میشه قشنگ داستان نوشت، میشه قصه درست کرد باش. ابر ذلت ها هم خودشون از اونا هستند کم آوردند. خدا بیامرزه من از شوالم هم، همیشه من مدیر داخلیم از سرهنگ های ارتش میگرفتم. بعد یک نیرو داشتیم، ما یه روز باش بعد برخورد کردم، گفت رضا جان تو باشی باید برم اینو بهش نگو آقای فلانی، بعد باید من بزرگش کردم برم برسم، گفت این دیگه نیروی من باشه، از نیروی تو باشه. بعد گذشت تو شد اسفند ماند به شبه ایدو، بعد مشهد بودم زنده گفت رضا، گفتم چی؟ گفت اینو برده ببر دیوانم کرده، گفتم ساعت خواب. حالا اینا با هم تشکیلات همیجور شده، هر کاری میکنن یه گوشه کار بازه. الان اگه میاد کانادا اسم جنرال یک میکنه، میخواد خود خوش خدمتی کنه، اما اونها سردرگمن. وزارت خارجه آمریکا مجاهدین خر نماینده مردم ایران نیست، از تحقیقات آلبانی حمایت میکنیم. ساعت خواب، شما خودتون بردین ایران گفتین خودتون کارا کردین، خودتون نیروی خودتون کشته دادید که بتونید با شاه درگیر بشید. بله، تداوم پلوم درمانی در ایران، سینما ماندنا به دلیل بی‌حجابی دو تماشاگر به پلوم شد. پلوم درمانی دی، این دیگه چیز جدیدی بود. مردم ابراهیم رئیسی، مردم با دولت همراهی میکنن و همکاری رو بسیار صمیمانه است، بسیار صمیمانه است. یه تازه رسما تو خونه دایم اینا، بعد گفت من نهار درست کنم، دایم بنده خدا مخدوم درست کن، بادمجون درست کرد، این چنان سوزونده بود که نمیفهمیدیم با پوست سرخ کرد یا تازه سوخت، ترخ شده بود بادمجون، بادمجون مشهد ترخه. بعد دایی جون چطور خوبه؟ عالیه. بنده خدا چی دارید میگید؟
هزینه میگیرید، چی میزنید؟ کی حرفات تو گوشت فرو میکنه؟ زن احمقت؟ پدر خودت جلاتت؟ پدر زن احمقت؟ روانیت؟ عضو سابق مجلس شورای اسلامی، همه موارد فساد و اوقاف آبروزی تاریخی است. بایدم باشه، امانت به شما سپردن، مدتی از این میری به نام عروست میکنی. بابا یه لونه سگ بده ما یه لونه تجربه نمیدن، تو برمیده 15,000 متر 150,000 زمین بود 1,000 اسکاف دیگه، خیلی در دیزی باز بوده حیه برو کجا رفته که دیگه این نماده برس گفته که همه موارد فساد و اوقاف آبروزی است. که من تو اولین کلیپام گفتم 16,000 پرتشون ایران جز اولین کاری که میدم مجلس معاصر کار رو بس اوقاف هست. ریشه این اختاپوس که پولش در راه بیراه میره کنده بشه از ایران اتفاقات قطعا میفته، چون به نفع ملت دادن کشور هست. درخواست وسیقه 2.5 میلیارد تونی به 3 عضو خانواده آدینا زده استرار رو کشتن. اینجوری زنه هم شده 2.5 میلیارد وسیقه بیارید، ننگ بر شما، ننگ هم حیفه. خانم ناهید کیانی خلاصه برنده فکرم برای اولین بار از طلای جهانی تکوانده شده و رفته تهران استانداری بهش جایزه داده 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان. مدرس حوزه علمیه قم، یکی مدرسش ریوای بار شاگرداش، مرد بودن زن بیهجاب نسبت همسر خود سرد می شود. باری که الله به تو آفری به تو آفری به تو. آلمان، ایران یکی از 4 تهدید اصلی جاسی است. ساعت خواب خودتون کردید. صداد آب و اقلیم ریاست جمهوری. ببینید وقتی سوزمانی اصلا کولی اصلا این هست. این در جای دهات کاش دهات جاست. بیابون جمعشون کردن اینا بی سر سامون و بی سر پاها بگردم بکنم اینجا برای همی دارم میگم. ستاد آب و اقلیم رئیس جمهوری یا سر جمهوری، تمام کشورهای اروپا در حوزه علوم و فناوری آب از ما پایین تر هستند. تو درست میگی، دیدی که حرفا میزنی یا از قید میگی، ولی خوبه. یا پزشکی نمای تبریز هم خواسته دمش گرم. خوب سال یقیقا میگیره 40 سال روش انتخاب کردیم مردم با حجاب شدند. نمیتونی فدرتون نمیتونی. این آقای رفیل هم از یاد نمیشتم، کارگردان تا در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر جمله قشنگ گفته بود، در کنار دانشجویان ایستاده ایم و با تمام وجود از خیزش و اعتراضشون حمایت میکنیم. کار قشنگ رفته تو ایران، لبه نتی که میگه با رقص وارد چه دو کار بعد میزنه اونجا. یعنی دیگه یعنی حکومت تمسخر گرفتن و واداشتن به رقصی، کار سرشون میارن که مثلا دیگه ندارن چیکار کنن، گیج بشن و ندارن چیکار کنن و الاخر. آقای ماهیلکو هم فهمده آخر عمرم از هیچ کس نمیترسم. ماهیلکو هم به سیم آخر زد، مرقد امام مجللتر یا قبر رضا شاه. خودش از اون انقلابی بوده. مدرس پژوهشگاه اندیشه اسلامی، مدرس پژوهشگاه اندیشه اسلامی، کار اصلی روحانیون دخالت در سیاست است. تو خوردی با جد و آبادت به اون وعده های آنچنانیت. مقام مترو تهران، باز از پله برقی میگه، مشکل از پله برقی نبود، مسافر مترو تعادل نداشت. آخه قربونتو برم، چقدر حرفا میزنی؟ تا کی اینو حرفا بزنید؟ تا کجا میتونید با این حرفا برید؟ یه روزنامه‌نگار در ایران به صدا آمریکا، شرایط مشابه شوروی در حال فروپاشی است. مشخصه، شکی نیست. گزارش از روتردام در هلند، بازی والیبال بود فکر کنم، آره، شوره شعار زن زندگی آزادی پیش از بازی ایران و آلمان. ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام از رقص مشتری این دبنت فروشی، گفته با رقص وارد شوید جایزه هم بگیرید و الاخر. شاهکار این کاره، هر کاری تیرس به قلب چیز اینها. دولت رئیسی رکورد تورم اشاسارا شکست، واقعا دمت گرم. کتاب گینس هم چاپ بکنه این رو، این چیز جالبیه. سعید لیلاز پژوهشگر اقتصادی،
تاکید کرد، می تاکید میکنه بدون تردید کو در فرانسه سر شکسته شده و نرخ تورم 1401 از مرز 50% عبور کرده که نرخ بالاترین تورم از سال 1322 تا کنون بوده است. مبارک باشه. خانه فرهنگیان ایران با فرید نه بزرگ دانشی و دانشون هنر شاده فاندوم مردمی بودیم. کم کم دانشجو ده من متعددشن شدیدم به خیلی خوبه. کبرا خزعلی دوست بزرگ چند تا آپارت با چی کار کنی بلا چی جمله گفته همش تقصیر خاطری بوده بدبختی باید تقصیر نداشتن که همش تقصیر خاطری بوده. قانون فعلی حجاب مصوبه داره خاتمی است دیگه. ببین توجیه بالاتر دیگه چی میخواین دیگه بله آقای بشار اسد نفسه سالار بزن سالار بزن پیکو به سلامتی مردم بدبخت ایران که حکومتش به خاطر بقای تو 30 میلیارد دلار به باد فنا داد. داره مشروب میخوره از این حرفا عرب اصلا دیگه. آقای مسئول پزشکیان رفتارهای غلط ما همه را از دین اسلام و اعتقادات دور کرده است بدون شک بدون برگرد. چی کاره بوده دو بانک زیانده زیان 75 میلیارد تومانی ثبت کردند. تورم آخر نتیجه کاسه بانک های با پول مردم. وزیر نیرو هنوز حقابی رو از هیرمند دواسازی نشده است. آخه تفلک ها تلفن ها داره صحبت میداره کار انجام بیده. خب موفق و معید باشید. ذکری خوب دارم براتون ولی میخوام بهتون بگم او برای آبی را تماشا کنید. یک کلمه هم از یه حرفا نمیزنه همهشون ساکت رو نگاه میکنم هم دیگه ولی تمام دنیا که هیچ کرا دیگه به کمکی بیارن این حکومت در درون دیگه پوسیده است. موریان همه چی خورده به جون هم خودم وحشتناک خارج از زبانتون. من با اکثر خانواده با من تماس میگیرم نزدیک دور دختر پسر عروس داماد به خصوص خانم اولشون همین کروبه میبینید وقتی خانم دوم رو گرفت وقتی رفت خانم فامیلی زن اولش کتکی زدن پوستش کندن. حالا تو زن آوردیجی که بعد زمانی که نداشته بود حالا زن جوان گرفت به خودت خیال کردی که همین جوره نه اینطور است. روزای خانواده تصور خوبی پیش رومون داریم قدرش هم میدونیم. ایام بکنم روزگاهتون خوش.